امیر حکمتی جوانی ایرانی آمریکایی است که خانواده‌اش می‌گویند یک سال و نیم پیش که برای دیدار مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت شده. تلویزیون ایران چند ماه بعد فیلم اعترافات امیر حکمتی علیه خودش را پخش کرد. او سپس به اعدام محکوم شد. دادستان کل دقیقاً یک سال پیش خبر از لغو حکم اعدام در دیوان عالی کشور داد و گفت پرونده در دادگاهی دیگر مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. خانواده امیر حکمتی اما میگویند بعد از یک سال هنوز هیچ خبری از تشکیل آن دادگاه ندارند. بهناز حکمتی، مادر امیر حکمتی، از شهر فلینت ایالت میشیگان آمریکا با ماست. خانم حکمتی، تازه ترین خبری که از وضعیت پسرتون دارین چیه؟ متاسفانه ارتباط ما با خانم حکمتی قطع شد و صداشون رو نداریم. اجازه بدین مثل اینکه داریم الان. خانم حکمتی الان اگه ممکنه دوباره شروع بکنید به پاسخ گفتن. من مادر امیر حکمتی هستم. ببینید بچه منو فقط رفت مادر بزرگشو ببینه و بچه من از ما اصلا سیاسی نیستیم. بچه من سیاسی نیست و تازگی از زندان خبر رسیدش که 16 ماه این در سلول انفرادی بوده و به مدت یک ماه از ناراحتی و وضع بدی که داشته اعتصاب غذا کرده و به حالت بیهوشی و اغما روی زمین بوده که بعد اینا از اون یه سلول به سلول دیگه ای میبرن و هنوز ما نمیدونیم آیا اون بند عمومی زندان رفته یا نه. اجازه ملاقات وکیل نداره. بعد از 10 ماه با خواهش و تمنای زیادی به فامیل تونستن که یه ملاقات کوچیک بگیرن و اجازه تلفن نداره. ما به مقامات نامه دادیم که این مقامات به ما کمک کنن. پدرش الان سرطان مغز داره و آرزوی دیدار پسرش داره و واقعا درمانده شدیم. بله، عذر میخوام خانم حکمتی، میدونم براتون الان سخت صحبت کردن، ولی اگه ممکنه به ما بگید که پسرتون در آمریکا چه کاره بود، اصلا کارش چی بوده و چه اتهامی علیهش در ایران مطرح هست؟ پسر من چند سال سرباز بعد از های اسکول سرباز آمریکا بوده و این کشفی نبوده که ایران کرده. این خودش به سفارت ایران در واشنگتن گفته بوده و اونا گفته بودن که این هیچ اشکالی نداره، با خروجی به تو میدیم، میتونی بری برگردی بیای، هیچ مسئله نیست. تمام عکس ها و اطلاعاتی و چیزایی که در نشون دادن تمامش از کامپیوتر خودش بوده، از فیسبوکش بوده، تمامش دوستاش، من همه اون عکس‌ها رو داریم، اطلاعات تمام از اطلاعات کامپیوتری خودش بوده و ما اصلا باور نداریم که این داستان‌ها راست، داستانش دروغ هست و امیر بیگناه. امیر اصلا سیاسی نبوده، ما سیاسی نبودیم، امیر بیگناه، هیچ کار خطایی نکرده و این داستان و این تمام اینا داستانه و دیوان عالی کشور متوجه این داستان شده و به خاطر همین اونو حکم امیر رو لغو کردن و الان ما از مقامات کمک میخوام که خواهش میکنیم که مقامات امیر رسیدگی کنن و این بچه بیگناه رو به نزد خانوادش بفرستن و به خصوص برای پدرش که الان پدرش واقعا مریضه و این هر لحظه ممکنه پدر از بره و این واقعا آرزو داره که پسرش رو ببینه و ما امیدواریم که اینا امیر رو به آزادش کنن و بفرستن برای خانوادهش و به ما کمک کنن. واقعا ما درمانده شدیم. خانم حکمتی، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، آیا پسرتون وکیل داره در ایران؟ آیا در واقع مراحل پرونده به صورت عادی دارن؟ وکیل داره، ولی به وکیل اصلا اجازه ملاقات نمیدن، اصلا وکیل ندیدش، هیچ نتونسته هیچ حضوری با صحبت کنه و وکیل داره، ولی به وکیل هیچ اجازه صحبت و ملاقات با موکل نمیدن. هیچ نتونسته که از خودش دفاع کنه و حرفی خودش رو بزنه. ممنونم از شما. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بهناز حکمتی، مادر امیر حکمتی که در ایران زندانی است.